با نزدیک شدن به مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید، استراب و نگرانی خانواده ها برای آینده تحصیلی فرزندانشون بیشتر شده. نظام آموزشی در حاکمیت خامنه ای به شکل طبقاتی و ناعادلانه‌ای در اومده که تنها به نفع ثروتمندان وابسته به همین نظامه. حالا با دولت و کابینه جدید پزشکیان، سوال اینجاست که آیا راه حلی برای این مشکل وجود داره و چیزی حل میشه؟ آیا چشمانداز بهبودی اصلا دیده میشه؟ همراه میشیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی. خانم دشتی، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که همراهمون هستین. با توجه به وضعیت فعلی نظام آموزشی در کشور با تحت این حاکمیت، به نظر شما چه عواملی باعث شدن که آموزش و پرورش واقعا به یک نظام طبقاتی تبدیل بشه؟ خانم دشتی، با سلام خدمت شما و با سلام حضور بینندگان. اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینی که هنوز هم بعضی از این اصلاح گرایان سعی دارن بگن که این طبقاتی شدن مدارس یا اصلا کلن آموزش و پرورش در تمام سطوح یک چیز دستاورد مثلا چند سال اخیر حالا دوره رئیسی و الانم شاید مثلا احمدی نژاد، در این حال که نظریه خمینی اصلا نسبت به آموزش و پرورش هیچ نظریه ای نبود. کما اینکه یادمون هست که در حالا خیلی یادشون نیست، من بر یادآوری میگم که مدارس ایران در دوران جنگ ایران و عراق و جنگ تحمیلی ضد میهنی ایران و عراق تبدیل شده بودند برای اینکه به اصطلاح واقعا که بچه ها رو به خصوص مدارس پسرونه که بچه ها رو بفرستن جبه های جنگ و با یک کلید بهشت اونا رو به عنوان مینیاب یا هر چیزی به هر حال جون هزاران دانش آموز رو به کشتن دادن، از بین بردن و هزاران هزار دانش آموز دیگه ای که با صدمات بسیار زیادی از اون دوران موندن و خب داستانهای بسیار وحشتناکی هست که هنوز هم واقعا باز نشده سرش. خب 7 سال 8 سال جنگ ادامه داشت. این 7 سال 8 سال تقریبا میشه بگی که تربیت یک نسل آموزشی که خب از اون برم سرکوب وحشتناکی که توی جامعه بود و ادامه های وحشتناک دهه 60 و به خصوص سال 67، خب مسئله ایران رو اصلاً تغییر داد، یعنی مسئله آموزشی ایران رو تغییر داد، سرکوب وحشتناک، خفقان بسیار گسترده و بعد از اون خب مسئله اقتصادی هم بهش اضافه شد برای اون خانواده هایی که به علت ناکارآمدی و سیاست های ضد مردمی ولایت فقیه تورم به اصطلاح بدون هیچ حد و مرزی وضعیت اقتصادی مردم از دوره احمدی نژاد به بعد بدتر و بدتر و بدتر شد و خب حالا و اصلا اینجوری نیست که یک کیفیتی در این مسئله وجود داشته باشه. خب الان به اون مسئله رسیدیم که در طول همین 4-5 سال اخیر تمام قولایی که دادن، تعداد مدارس کانکسی خیلی بیشتر شده، دانش آموزانی که درگ تحصیل میکنن یا بازمانده از تحصیلن به 1 میلیون نفر حداقل تخمین زده میشه، تعداد بی سوادا گسترده تر شده و خب دانش آموز به مفهوم این که شغلش درس خوندن باشه تقریبا مفهومی نداره. خب در کنار این درصد بسیار کمی از خانواده هایی که همینجور که خودتون در مقدمه گفتین دستشون توی جیب ملا هست و با هم شریک هستن، همین اونا دسترسی دارن به تمام امکاناتی که تقریبا شاید بشه گفت در حد بالاترین امکانات، اما این بالاترین امکانات هم اگر من میگم در حد ایران هست از نظر امکانات اقتصادی، چون مدارس ایران از نظر کیفیت آموزشی در دنیا رتبهشون رو از دست دادن. خب این یک بعضیا این روی یک سیاست به اصطلاح فردی همونجوری که اول گفتم میخوان ترسیم کنن، در این حال که یک سیاست ساختاری هست و ساختار آموزش و پرورش در ایران تحت حاکمیت
ولایت فقیه به چنین مسئله‌ای تبدیل شده که میخواست نیرویی رو تربیت کنه که سلام فرمانده براش بخونن، که خب نتیجه شما دیدیم و در قیام سال 401 به یک کانونهای آتشینی برای مبارزه با رژیم تبدیل شدن. و خب بعدش هم که من حتما باید اینو بگم، برای حمله به حمله های شیمیایی به مدارس ایران، خب این تصور رژیم هست از آموزش و پرورش. متاسفانه خب وقت کم هست، من همینجا متوقف میشم تا اگر تونستم در لابلای سوالای دیگه‌تون جواب بدم چیزی که در ذهنم هست. خواهش میکنم خانم داشتی، سر همین موضوع که الان داشتین توضیح میدادین، به نظرتون حالا چی کار باید کرد که این چه تغییراتی باید صورت بگیره که عدالت آموزشی برقرار بشه و خلاصه اولویت‌هایی رو جلو انداخت برای این کار؟ بر اساس قانون اساسی خود رژیم تحصیلات مجانیه، یعنی این که موقعی که میگیم مجانیه و اجباریه، یعنی اینی که هیچ مدرسه هیچ سطحی قرار نیست برای مسائل آموزشی یا مسائل تحصیلی یا هر چیز دیگه مبلغی رو از خانواده ها بخواد. و اجباری به اون مفهومه که اگر دانش آموزی در سن تحصیل مدرسه نباشه، باید بگردن پیداش کنن و برش گردونن سر تحصیل. خارجی اومده لغت ها رو عوض کرده، به جای این که مثلا بگه ترک تحصیل کردن، یعنی بازمانده از تحصیل. بازمانده از تحصیل یعنی که خود خانواده ها نخواستن این بچه ها رو بفرستن. بعد یک یعنی بی عدالتی گسترده در تمام سطوح. خب اگر میخواد که این رو از بین ببره، یک همونجور که گفتم به اون مفهومی که میگه مجانی هست، ما در یک دنیای فرضی فکر میکنیم که این رژیم سر کار خواهد موند. اگر یعنی تحصیلات مجانی و اجباری هست، هر دو رو تن بده. معلمان رو به جای این که الان شما نگاه کنین گفته 70,000 تا معلم بازنشسته رو که سن بازنشستگی رسیدن رو پزشکیان گفته که برگردن، اجازه ند، یعنی میتونن کار بکنن چون کمبود معلم دارن. شما فکر کنین 70,000 تا اصلا جوانان، معلمان جوان اخراج میکنن، بهشون حقوق نمیدن، رتبه بندی و ساعت کار و قراردادی و تمام این چیزایی که معلمای سفید و اینا، خب اینا رو خیلی وقت توی برنامه من توضیح دادم، همه اونا رو از کار اخراج میکنن و با زندانهای طویل مدت. و کسانی که به اصطلاح منظورم معلمایی که دردشون درد دانش آموزا هست و مسئله صنفی هست، و خب این شرایطی هست که اگر بخواد حقوق معلما، فضای آموزشی و تعلیلات اجباری رو از این شکل حرف در بیاره، چون بودجه آموزش و پرورش از شاید 1/10 بودجه مرکز به اصطلاح حوزه های علمیه قم هست، شاید هم خیلی کمتر، چون بودجه ها رو اگر رقم بودجه ها یا پست بودجه ها رو نگاه کنیم میبینیم که وضعیت آموزش پرورش چجوری هست. خانم دشتی، من میخواستم بخشی از صحبت های پزشکیان رو که خب الان هم کابینش رو داره میچیده و میاد رو کار، صحبت هایی کرده بود، این رو با شما بشنویم و بعد من سوالم هم میپرسم ببینم اینجا یه نکته هستش. بله، این که افکتی که از پزشکی ها میبینیم داره توضیح میده که وزرا رو چجوری میخواد بچینه، مال دوران مناظره است. خیلی کوتاه با شما ببینیم و بعد سر همین وزیر آموزش و پرورشی که الان گذاشته شما برامون بیشتر توضیح بدین که قضیه چیه. بله، اگه اتاق فرمان آماده است. امکان نداره یکی مثلا بیاد در وزارت بهداشت برنامه بنویسه ولی در داخل برنامه وزارت بهداشت نباشه. استراتژیک پلنینگ در درون سازمان امکان پذیره. کسی که از بیرون می‌نویسه اصلا متوجه نیست اونجا. اون استراتژیک پلن میتونه کپی پیست بکنه، برنامه بنویسه، ولی اون مشکل اونجا رو نمیتونه حل کنه. عین این تو کشاورزی، عین این تو اتا، یعنی تو نمیتونی، من نمیتونم از بیرون بیام برای اینجا با یه کارشناس برای این برنامه بنویسم و بعد بگم خبر دارم. بله،
خب میدونیم که بارها هم همین پزشکان گفته بود که آدمای کاردان رو بعد بذاریم و اینا، ولی خب الان مشخصا برای آموزش پرورش علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده خانم دشتی و الان شده برای آموزش و پرورش. چطوری میخواد بهبود تو این وضعیتی که الان شما هم توضیح دادین ایجاد بکنه؟ ببینین مسئله خب پزشکیان که واقعا هیچ کدوم از حتی حرفای نیمبندی رو که زد در طول مناظرات انتخاباتیش هیچ کدوم رو جامعه اول نپوشونده بوده، این یک. دو، همه میدونن که 4-5 تا وزارت خونه سهم خامنه ای هست و 4 تا که همیشه راجبش حرف میزدن از دوره احمدی نژاد به بعد، خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و وزارت کشور. حساس از امسال و سال قبل، دوره قبل منظورم دولت 13 حساسیت خامنه ای روی وزارت آموزش پرورش زیاد شده و به تبع این وزارت خونه هم جزء به اصطلاح وزیر این وزارت خونه جزء به انتخابات خامنه ای هست اینجوری که میگن، چون مثلا همین حرفی رو که پزشکیان میزنه که حالا میخواد خودشو خیلی هم مترقی جلوه بده و 4 تا کلمه انگلیسی و استراتژی پلنینگ از این حرف رو استفاده میکنه که واقعا خیلی برای من چیزه، همه اینا به اندازه نمیدونم بگم یک ریالم برای مردم ارزش نداره، چون واقعیت قضیه همچین آدمی مشخص میشه که آموزش و پرورش یک نهاد برای رژیم، یک نهاد امنیتیه، یعنی مسئله امنیتیه، نمیتونه که این رو دست کسی بده، چون اصلا برای بارها هم گفتیم بحث آموزش و پرورش اصلا مهم نیست، باید کس دست کسی بده که بتونه هر وقت که خواست با وزیر کشور همراه بشن و نیروهای سرکوبشون رو بفرستن توی مدارس شناسایی کنن و خیلی چیزای دیگه. یعنی اون چیزی که خامنه ای الان بیشتر از همه با اون قدرت زیادی که داره ازش میترسه مردم هستن و هیچ وقت نمیاد که مثلا یک نهادی، منظورم آموزش پرورشه که فکر میکنم 6 میلیون دانش آموز داشته باشه و تعداد بسیاری هستن، خیلی هاشون دوره راهنمایی و متوسطه هستن، حدود 3-4 میلیون، اینا رو بخواد مثلا فکر اینو بکنه که از نظر آموزشی برنامهشون رو درست کنه، در این حال که حتی چجوری براتون بگم متعهدترین فرد نسبت به رژیم و برنامه هاش میگه که آموزش و پرورش ایران الان یک بیمار در اهتزاز هست و برنامه های عمیقی میخواد که نجاتش داد. پس دغدغه خمینی، دغدغه حاکمیت آموزش و پرورش نیست و من حتی فکر میکنم اگر این کسی که خودش حالا رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده و برادرش میگن که جزو اصطلاح چیز نیروی اطلاعات سپاه هست، هر کسی دیگه هم میامد در این رژیم، همونجور که گفتم بعد ساختار رژیم جمهوری اسلامی اینجوریه، نمیتونست کاری بکنه و در حد یک حاضر و غائبی، اگر بهتر میشد دانش آموزا رو توی مدرسه داشتن که اونم فکر نکنم، چون بحث فضای آموزشی و خیلی بحثای دیگه خیلی عمیق‌تر برای نیاز دانش آموزان هست که باید بهش پرداخته بشه. بسیار سپاسگزارم از شما خانم سویلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی، که همراه ما بودین در رابطه با بحث آموزش و پرورش در تحت حاکمیت نظام خامنه ای و همینطور کابینه پزشکیان و نفری که گذاشته برای آموزش و پرورش. خیلی ممنون از حضورتون خانم دشتی، وقت شما بخیر و خدا نگهدار شما. خدا نگهدارش. درود بر شما.